انتشار بدید ها. مسئولین مسئول دولتی نه، مسئولین حالا نظام. از این برنامه، از این گفتگو باید اصلاح صدا و سیما در بیاد. خدا نسبت هایی به نظام در مناظره های ریاست جمهوری داده شد که امام به شاه نداده بود. از رئیس جمهور رو میخوان تونتر حرف بزنن. نمیخوام مردم از صدا و سیما ناامید کنم و نه، ببین نامردی نباید بکنیم، بی انصافیه. صدا و سیما دو تا مشکل داره، یکی مشکل ساختاری داره، یکی هم مدیران ترسو داره. یه مسئله دیگه هم داره که ببینید اصلا بعضی از این کندکتوری، بعضی از این برنامه از صدا و سیما نیست اصلا. نه خیر، مجموعه هایی هستن که برنامه شون سفارش داده میشه باید پخشه. آقایینی هستن زورشون خیلی زیاده باید پخشه. آقایینی هستن با یه تلفن جلو برنامه میگیرن. آقایینی هستن با یه تلفن یکی از این مدیرای صدا و سیما، یک جای ما نقل قول شنیدم، نمیدونم چقدر صحت داره، تو جلسات خودشون میگفتن، میگفتن مدیر فلان شبکه میگفت از اذان ظهر به بعد دیگه برنامه مال کنداکتور دست من نیست. خب اینجوریه دیگه، یا یه نفر با یکی حال نمیکنه، آقا ایشونو راه ندید. چیه؟ برای چی؟ میدونی فرق سرافراز با بقیه چی بود؟ سرافراز میگفت چرا؟ چرا نبر را بدم؟ میگفت من خودم اینجا نماینده رهبری هم تو اینجا. از این بالاتر؟ برای چی نبر را بدم؟ بگید ایرادش چیه؟ چیه ملاحظه؟ بگو. استعلام پذیر این ملاحظه؟ استعلام کنی. چجوری برای کاندیدا استعلام شده؟ استعلام کنی. فاسد اخلاقی مالیه؟ دزدی کرده؟ چیکار کرده که نباید باشه؟ بعد یه سوال که از در دروازه رد نمیشه، سوراخ سوزن رد میشه. والا ما تا ته تا بالای اونجا نگاه کردیم، کل ملاحظه دار دیدیم. ملاحظه دار تابلو که صداشون در اومد، عالم آدم میدونن. آقا عزیزی تا مرحله اعدام رفته، تا مرحله اعدام به علت توهین به امام زمان جل الله زمان دانشجو بوده تو نشریه دانشجویی، درست یا نه؟ تا این مرحله رفته. ایشون تو چه مرحله، تا کجا میره والا؟ یه سریال ها اینا همه به تایید ایشون میرسید. فکر کنید مثلا من اون بودم. خب نمیشه که با یه بوم و دو هوا نمیشه که. این ملاحظه این نمیدونم یعنی چی. خب خیلی از همین سلبریتی ها که شما الان تحت تا بالای مملکت دارید دستشون. لیلت و رقائب یکی اینو باید برداری بذاره. مناسبت چه ملی چه مثلا نوروز نمیدونم چی چیه. شهادت امیرالمومنین بلند شو بیره. جامعه رو صدا و سیما ما سلبریتی زده کرد. برای چی تو دورهای قبلی برخی از این آقایون گفتن سلبریتی شد. سلبریتی بازن بعضی از مدیرای ما. خب بعد این آقای خانم سلبریتی چی شد؟ 7 میلیون 8 میلیون فالوور پیدا کرد توی شبکه‌های اجتماعی، خودش شد یه رسانه، حالا داره به ریشتون میخنده. نوش جونتون. خب این تو کردی، خود کرده رو تدبیر نیست. من دلم میسوزه. صدا و سیما مظلومه. یه تنه وایساده جلوی یه ارتش جهانی. میگم بابا دیگه خودتو نزن دیگه. یه خورده با قواعد جنگ روز دنیا به جنگ لااقل. یک بدنه یه فشله. 50,000 تا کارمند اینم شاغل بازنشسته. شما با هر کدینو بخوای برزی 3 میلیون حقوق بدی، ببین چی دارم میگم ها. 3 میلیون تا فقط با حقوق بدی 150 میلیارد تومان هر ماه تو داری حقوق میدی. 10 ماهش میشه 1500 میلیارد تومان. به یه برنامه علمی گفتگو مبر بر نتابیدن. سرعی داشت چیکار میکرد؟ برمی داشت در مورد مثلا معاهده پاریسی برنامه میرفت، دوتا مستند میساخت، یاسر جبریلی میارد میذاشت این طرف، نماینده موجودیست هم میذاشت اون طرف، نظرسنجی میکرد، حرفشون رو میزدن تو برنامه زنده. مناظره با زنده باشه دیگه، مناظره ضبطی بشه درد میخوره. خب زنده این جذابیت، خب مردم میرن ماهواره نگاه میکنن، حق داره. خب بعد چیکار میکرد؟ نظر سنجی هم میذاشون پشت، نظر مردم میگرفت، نظر کارشناسی رو هم میگرفت. دیگه چیکار کنه؟ نه تو یکی از برنامه زنش یکی از کارشناسا یه چیزی گفت، بگه صبح تا شب مردم دارن این حرفا میشنن، اصلا توجه نمیکنه. چه خودتون ناراحت نکنید، یا نمیفهمید رسانه رو، یا یه مش دیکتاتورید. کوچکترین انتقادو بر نمیتابن، کوچکترین انتقادو بر نمیتابن. خب یعنی اصلا نباید به اینا بگی بالا چشات ابروه. این برنامه هایی که تلویزیون رجا میگن دو اینا دو قرون قبول ندارم. این همه برنامه که دارن تو اینترنت شکل میگیره در مورد گفتگو محور که برای چیه؟ ماده خلش تو تلویزیونه.
ببینید ما از شنیدن حرفای تند تو رسانه ملی هیچ آسیبی نمی‌بینیم. به خدا مردم دارن اینا رو میشنون صبح تا شب. والله دارن توی رسانه‌های خارجی میشنون، والله دارن توی شبکه‌های اجتماعی میشنون، والله تو رسانه ملی دمدم انتخابات توسط مسئولین جمهوری اسلامی میشنون. نسبت‌هایی به نظام در مناظره‌های ریاست جمهوری داده شد که امام به شاه نداده بود. جز اینه تعارف داریم. خب پس از چی میترسیم؟ اول آستانه تحمل مردم میره بالا. خب من اینو بد نمیدونم. دوم اون طرف میاد حرفشو میزنه جواب میگیره. ببین کسی ترس از حرف شنیدن داره که جبهه حق نیست. آیا ما یا مزدوریم، به ما یه پولی میدم یا برو اینجا جدی دفاع کن. اوکی نیست. آها آدم بخواد پول بگیره اون وریا پولدارترن. اون وریا دنیا تو برای درست میکنن. درست شد؟ برو کشور الان کدوم کشور خارجی مثلا من بخوام پناهنده بیارم کدومش من پناهنده نمیدن. درست شد ها؟ برم اونجا برنامه شبکه در... جالب اینکه این پیشنهاد از اون طرف من شده. بله مشاور یکی از آقایان مسئول با بنده میدان فلسطین جلسه گذاشت اونجا، یه کبابی بود، مغازه کبابی بود، انتشار بدید ها. من... مسئول دولتی نه، مسئولین حالا نظام. خب حالا نمیگم الزاما دولت، نمیخوام محدودش کنید فکر کنم به دولت. مشاوره یکی از این مسئولین من گفت چی میخوای از این مملکت، چی میخوای از این آخوندا، همینطور این لفظ بیار هماهنگ میکنم میرین چه تاش میبینم. استرالیا گفت، کجا گفت، شبکه فراهم، حرفاتو برو اونجا بزن. یعنی میخواستم شما از سر خودشون وا کنن یه جوری دیگه. نه من که میگم وا کردن نیست، از سر وا کردن نیستش، میگن این آدم تو این زمینه مستعده، چرا برای ما کار نکنه. امکان نداره تلویزیون زیر بار همچین چیزی بره دیگه. جلسه گذاشتن و خب بالا پایین فلان به همان آیا علی عسکری موافقت نکردن، یه دیگه اصلا شرکت نکردن چون میدونه سرعت سلط میشن دفعه دوم. این اتفاق یا اتفاق خودجوش بوده، یعنی از سمت بنده یا مؤسسه ما نبود. خب یعنی اینکه یه بنده خدای عزیزی رفته بود توی اون سایت شما و یه مطلبی رو گذاشته بود که این مردم دیده بودن و همینطور آرام آرام وایرال شد و تو همین دو سه روزم به اون حد نصاب لازم در واقع رسید. خب خدمت شما عرض بکنم که اما آیا این مثلا عقبه‌ای داره، چرا یهویی باید یه به ذهنشون برسه همچین چیزی؟ تقریبا 4-5 سال پیش بود، یعنی قبل از انتخابات دوره قبلی مجلس، یعنی 5 ماه یا 6 ماه، یعنی 4 سال و نیم پیش. الان یه ما دیگه انتخابات دیگه. خب ما یه طرحی رو دادم به رئیس وقت صدا و سیما آقای دکتر سرافراز و گفتم صدا و سیما ما یه گفتگو، یه برنامه تلویزیون سیاسی اجتماعیه، یکی برنامه که پیگیری کنه خواسته های انقلابو. و ایشون خیلی هم استقبال کردن، گفتن طرح رو بنویسید. ما یه طرح جامعی هم نوشتیم، یعنی واقعا خیلی وقت گذاشتم من روی اون، 2-3 ماه جلسه با این آدم، با اون آدم، با دکورساز، با نمیدونم چی، همه چی. چون اوکی داد، گفتن انجام بدید. رفتیم. چون یه شرط داشت برای من. شرطش این بود که خود شما باید اجراش کنیم برنامه. من نمیخواستم خودم اجرا کنم. پس برای شما اجرای خودتون نبود. نه خیر، به هیچ وجه. من میخواستم اصلا حتی با چند تا مجری رفتم صحبت کردم بنده. جلسات پیش رفت و ایشون شرطش این بود و منم پذیرفتم. گفتم آبرومونو میذاریم ببینید. چون وقتی بری صدا و سیما شما یه چهره خاصی میشی برای مردم دیگه. خب اینجا شما میگن آقا بسم الله این آدمیه که آزادی عمل داره. فردا صدا و سیما اینجا دیگه نباید این حرفو بزنی، اونجا دیگه نه. نمیدونن خیلی از این افرادی که تو تلویزیون کار میکنن مجریان اینا بیرون بندمون خود دیگه دیگه نمیتون حرف بزنن. یه جزئی از ساختار میشن یه جورایی دیگه. آره اصلا ساختار و ساختار معیوب. خب شما رو ملزم به تغییر رفتار میکنه. من این آزادگی رو با هیچ چیز عوض نمیکنم. اما دیدم میصرفه که مردم رو روشن کنیم قبل انتخابات مجلس به آدم رأی بدن، به کسی رأی بدن که کشور رو نجات بده، نه مجلسی شکل بگیره که از 290 تاش 1/3 رد صلاحیت بشن عمدتا به خاطر مسئله مالی. خب و نکته دیگه، یه عده اصلا شرکت نکردن چون میدونستن رد صلاحیت میشن دفعه دوم. اینا لحاظ بکنید، خب با سیاسیایی که میخوان مثلا بگه سیاسی رد صلاحیت دارن میشن، میشه همون
اکثریتش میشه همون اقتصادی. آیش سرافراز درگیر اون مسائل و اون حواشی و اون قصه ها شد و پرید ماجرا. از دل اون تر سه چهار تا برنامه خوردریز در اومد. شدی برنامه های بدون مخاطبه. ما واقعا هم تو حتی بحث سیاسی هم روی کردمون اجتماعی بودا. مردم. خب این گذشت تا پارسال دوباره این سر صداش بلند شد. که آقا یه بچه‌ای جمع شدن این طرف اون طرف جلسه و فلان و با این. ما حتی اسم برنامه هم در آورده بودیم ما مردم. حتی رفتیم مثلا سراغ طراحی لوگو شاعر آقای اسم شریفشون یادم رفته شاعر خیلی خوبی هم هست ایشون شعر گفت برای برنامه. میخوام بگم تا این حد کار پیش رفت. خب که هوا شد دیگه حالا بعد خب ما طراحی بار دادیم دیگه چند بار دوباره طراحی رو بنویسیم بین آقایون بدیم. من بازم علاقه نشتم خودم باشم چون منو محدود میکنه سختم الان از هفت دولت آزادم. خب اما اونجا اذیت میشم هر روز نمیدونم چی برای چی باید برم یه جایی که خب باز دوباره به قولی دیدم واقعا نشستم با خودم دو تا چهار تا کردم و شرعن گردنم بذار من بذار گردنم من ساقط به یه تصور بجیم الان من کشت مرده اینم یه برنامه تلویزیون من. نه از قضا من ناز میکردم وقتی اونا میگفتن بیا مجری وایسا میگفتم من فکر میام اتاق فکر داشته باشه بیام کمک کنیم فلان بهمان. خب اما اینکه بخواد بزنیم میگفتن نه خود شما موضوعیت داری به عنوان یه چهره مثلا خواست خواست میتونه اثر بذاری روی برنامه خود این آورده داره برای برنامه دیگه جلسه گذاشتن و خب بالا پایین فلان به همان آیا علی عسکری موافقت نکردن برداشتن بود که مسئله دولت مد نظرشون بود یعنی ملاحظه دولت بله ملاحظه دولت بود یعنی رسما اس بردن ملاحظه دولت داشتنشون. خب حالا ایشون حداقل برای ایشون خوب این جمله ها که حداقل قدرت چانه زنی ایشونو میبره جلو دولتی ها بالا میبره. من انقدر اینکه مانع از حضور بله بگید انقدر نگید صدا سیما چیه رایفی پور را ندادم ها امکان نداره تلویزیون زیر بار همچین چیزی بره. خب من نمیخوام کار شما خبرگزاری راحت بکنم اولا حالا یه نکته اصلا شما تمایل داری خودت ببینید من برای مردم احترام قائلم ادا نه ها ادا نه واقعی برای خاص مردم احترام قائلم الانم دارم فیدبک همونو میگیرم همون احترامی که برای مردم میذارم. خب به نظراتشون به افکارشون به حرفاشون خب بعد خب اونا بدونی که به ما بگن یوهوی برداشتن حتما اگه از من میپرسن من میگفتم اسمش 90 سیاسی نباشه مستظری چی میگم اگه مثلا 90 سیاسی یعنی موضوع متوجه چی عرض میکنم یعنی چی وقت برداشت نشه که مثلا 90 دیگه یه میخواد بیاد راه بیفته و فلان. خب یعنی رو اینا ملاحظات دارم حتی من وقتی اون متنی که اون بزرگوار نوشته بود و دیدم توی این خبر بود مثلا خودم شاید خیلی با اون متن با اون شکلش موافق نبودم. وظیفه‌ام در واقع اینه که وظیفه خودم میدونم احترام بذارم به اینا. یعنی حالا شرط این فراهم بشه شما میپذیرید؟ بله میپذیرم اون تو با اون شروط خودم. شروط من اینه که بیان حرفشون رو بزنن مناظره بذاریم موافق مخالف اینا بزنن مردم قضاوت کنن. اگرم کسی بخواد جاده خاکی بره من جمعش میکنم. یا طرف ارشان آوردن گذاشتن جلو دارن گفتگو میکنن. طرف اومد صحبت کرد وقتی رفت سوالاشو پرسیدین عزیز دل که تو فرودگاه دیدم بهش گفتم به مجری گفتم که مجری هم نی از مسئول سازمانه. خب بهش گفتم شنید یعنی تو همون گیت داشتم میگشتن اونجا بهش گفتم والا این آقایی که دعوت کرد اومد از خودش اونجا صحبت کرد من فهمیدم بعد دیدم برنامه‌شو که این میگفتن امام خمینی انقلاب کرده اشتباه بوده انقلاب کار ایشونه اصلا 99% ایشونه 1% بذار برای کل مسئولین حالا امام بیشتر. خب همین آقا تو چیه؟ تو کجا؟ بیا اینجا جواب بده بابت دانشگاه آزاده دایی جاسپی خدماتش دانشگاه آزاد؟ بله قبول دارم چی منکره؟ مگه میشه یه دونه هیچ خدماتی بشه؟ یه سری نکات هم داشت دانشگاه آزاد بیا اونجا تغییر تفاوتی از دانشگاه آزاد شد چی شد؟ آقا اونجا شما بری روی خط وصل کنی به اون مسئولی که تغییر تفاوت انجام داده یا بیاریش اونجا مردم بشنون این میشه برنامه. الانم با ما تماس میگیرم میگم یه برنامه مهدوی اجرا کن برنامه ضبطی راجع مسائل سیاسی حرف نزن بریم بگیم امام زمان خوب است ما امام زمان رو دوست داریم دو تا پیامک بخونیم از اینجا برنامه راجع مهدویان رو مهدویت بدون سیاست که هم حجتی است که این که اصلا فرقه گراییه که یک عمر علیه اینا حرف زدیم علیه همین مطالب ما انقلاب کردیم درست شد انقلاب یعنی چی خدای خدای تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفهم یعنی نهضت باید منجر به ظهور بشه تا قبلش کسی امام زمان نمیشناخته توی مملکت تا قبلش دعای ندبه نبوده تا قبلش مردم شیعه نبودن نماز نمیخوندن بوده
سازمانمند نبوده، به تمدن سازی فکر نکردن، زمین سازی نبوده، مهدویت فعال